برنامه یک تا و توانا. السلام علیکم دوستای عزیز، بانوی گرامی، خدا کنه صحت مند باشین و روز دیگه از ماه مبارک رمضان با صبر و با حوصله سپری بکنین. خواهر گرامی بیندای عزیز برنامه بانو، السلام علیکم. بازم در خدمت شما عزیزا قرار داریم و قسمی که همکارم گفت امید است که روز دوم ماه مبارک رمضان هم به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین و طاعات و عبادتتان به درگاه بینیاز قبول باد. آغاز میکنیم برنامه امروز خود را و امید است خواهر ما که مشکل می داشته باشن می توانند که امیل لحظه به برنامه زنگ بزنند. شماره تلفن ما هست 0796-0066-56. بعض اوقات تلفن ما مشکل می داشته باشه که امید است که امروزی مشکل نداشته باشه و بتانیم تماس های دوستا را بگیریم. و همچنان یک تماس از دیروز از یک خواهر ما باقی مانده بود که با ما زنگ زده بودن ولی وقت برنامه کم بود و یم موضوع دیگر هم میخواییم که خدمت دوستا باید بگویم که اوی دست خواره مکنه میتونن که در جریان برنامه زنگ بزنن یا در هر موقعی که خواسته باشین خواره عزیز میتونین به 456 پیام بگذارین، بعدا کلید 1, 6, 3 و 2 را فشار بتین و پیامتان بگذارین. بله. تماس که از دیروز از خواهر ما باقی مان چی گفتن فرزند؟ اونا گفتن که اونا بیوه بودن و با یک مرد ازدواج کردن که از اول برشان در تعداب زندگی برشان دروغ گفته، گفته که من در پرورشگاه زندگی می کردم و هیچ خواهر و برادر ندارم. بالاخره که اینا میبینن واقعیت که در پرورشگاه زندگی میکردن و از کارشان هم که وقت پرسان کردن چون صاحب منصب بودن گفتن که خانم نداره، اما بعدها این خانم متوجه شده که عروسی کرده، اولادم داره، خواهر برادر هم داره، اما وقت بوده که در عمل انجام شده قرار گرفته بوده و بعدا اینا با 3 خانم دیگه عروسی میکنن و دوباره اونا رو طلاق میدن و امرای خانم چارومیش که تمام مال خانه را و موتراوی بس چیزا را میفروش هم رای خانم میره که هیچ معلومش نیست که کجا است. وال پسرای از او مرد آمده برش میگه که تمام مال خانه و خانه را بر ما بده و خودت برای ای بانوی عزیز میگه که آیا اونا حق دارن که تمام چیزایی که از شوهرم بر ما مانده اونا از پیش ما بگیرن و مرا از خانه بکشن؟ خب اینا مسائل را گفتن که تقریبا 23 سال قبل با اوقای وسته بود. بله 24 سال. 24 سال دیگه بسیار مدت وقت. خب بله. بر صورتش یک موضوعی هست که یک شاعر میگه فردان جان میگه هی بسا انسان ابلیس رو که هست پس به هر دست نباید داد دست. بله. انسان به قیافیش انسان بازی نخوره که هر کس هست، بسیاری کس ها هست که چیزهای بظاهر بسیار خوب است ولی بله. در باطن انسان خوب نمی باشه و اینا با وجود جستجوها و گپایی که کردن ولی با آنم هست که واقعا انسان شناختن کار هست بس دشوار. بر صورتش اینا کار کردن که من نمیفهم که یک خانم با 2 خانم با 3 خانم بعضی کس ها من نمیفهم که از این زندگی چی لذت میبرن. فرزانه جان تشکیل خانواده دادن و امی که با یک خانم انسان عروسی میکنه این به خاطر عزیز که انسان خوش باشه. ببینین یک وقتی که یک کس را تو فریب میدی به این شکل و وقتی که این موضوع برملا میشه امی چیزی که دیگه چی مناسبات بین میزن شوهر باقی میمونه با استثنای نام. بله بله. تنها نام می باشه دیگه کدام خوشی خو نمی باشه که اونا از این زندگی لذت ببرن، در او زندگی عشق محبت دوستی باشه، این چیز نیست. بله. بار بکنین که فقط او زندگی یک حساب است که در گردنش کچال می باشه. پس به با او خاطر اگر کسی می خواهی که واقعا زندگی بکنه کوشی بکنه که کسی رو فریب نده و من نمی فهم اونا بالاخره آخر زندگی اینا چی خواهد شد. آخر در آخر زندگی اینا پشیمان میشن و هر چی که امانند مگز به فرق فرق خود بزنن هیچ سودی نداره. ولی آمدیم سر موضوع قانونی و حق از اینا. اگر اونا چیزهایی رو میگن که ایره برای ما بتینید این خود چیزهایی هستن که تماما مربوط خود شماست. یک نهایت یک فرش و ظرف در خانه این بسیار گپ ساده هست. در گذشته ها فرزانه جان بعضا خانم ها مثلا میگفت ما یک 40 سال زندگی کردیم، 50 سال اینمی زندگی که بر خود جور کردیم، یک همار نیم قرن زندگی کردن و در نهایتش تماما زندگیش میسنجید که چی بوده که تمام زندگی.
ولی امروز دیگه او گپا هایسته هایسته رخت سفر بربست. امروز دیگه ما در یک دنیای متمدن زندگی میکنیم، داشتن یک فرش و گپا و گپا بسیار گپا عادی است، یک خانه و گپا ای خو حق شرعی و مشروع یک زن یک در مجموع هر انسان است که باید به خاطر بقای زندگی خود، به خاطر اینکه یک زندگی حداقل یک زندگی انسانی باید برای خود جور کرده و باید داشته باشه. و این موضوع که اونا مثلا عنوان میکنن به هیچ گونه حق از اونا نمیرسه. اونا اگر چیز دارن خب باید برای مادرش داده باشن، بهش مادرشان هست. هر چیزی که اونا دارن، هر چیزی که شما دارین تحت تصرف خود شماست، این مربوط شما میشن. و موضوعی که اگر به این سطح سویه باشه که اونا شما گفتین که ما در نهادهای حقوقی و جامعه مدنی و در بعضا جاهای دیگه گفتین رفتیم، اونا من فکر نکنم خواهر گل که تمامش از شما پس به شما پیسه بگیرن، گفتن که پول میخواین و گپا. شاید در بعض جاها باشه، من گپ شما رد نمی کنم، ولی در مجموع نهادهایی که در جهت حقوق زن کار میکنن و شما میتونید که به وزارت امور زنها یا در بعض جاهای دیگه که مراجعه بکنید، اونا در مجموع اونا شما رو میتونه کمک بکنه، یک راهنمایی بکنه که شما به کدام جاها باید مراجعه بکنید. صلاحیت تصمیم گیرنده اونا نیستن که بالاخره تصمیم گیرنده، یک مشوره دهنده هستن، میتونن که شما رو در این راستا کمک بکنن. ولی من فکر نکنم که گپ تا به این سویه برسه، ولی در مجموع اگر شوهرتان پیدا کردین اونا مسئولیت دارن. اینا اگر چهار زن میکنن، من نمیفهم که اینا فقط از دین امی یک موضوع رو پیدا کردن که فقط و فقط این امی یک موضوع رو عنوان کردن که گویا مرد حق داره که چهار زن بکنه، ولی در جنب ازی فکر نکردن که مرد وقتی که چهار زن بکنه، حال در قبال اولاد خود، در قبال خانم اول خود، دوم، سوم، این چی مسئولیت داره؟ به این شکل یک خانم گرفتن و از خانه فرار کردن، های ای فردا روز اگر امروز کسی نباشه که در مقابل از اینا در مقابلشان جوابگو باشه، فردا رو در مقابل خداوند چی جواب میدن؟ اینا هیچ گونه ترس از خداوند ندارن. ولی کسایی هستن، میگه فردان جان یک شاعر میگه آنقدر گرم از بازار مکافات عمل، دیده اگر بینا بود هر روز روز محشر است. اینا به جزای اعمال خود میرسن، این آه و ناله خود زن از اولاد اینا رو میگیرن. ولی به این شکل زندگی کردن یعنی چی؟ پس به او خاطر اگر شما میخواین که داستانی بکنین، از نزد شوهرتان شکایت داشته باشین که اونا رو باید جلب شه، اون رو میشه به محکمه فامیلی مراجعه کرده و دادخواهی بکنین. ولی در غیر از او اگر مسائل خرد و کوچک است، او به نظر من بسیار به زودی حل میشه و یک چارت بزرگ در خانواده هم میتونه او رو حل و فصل بکنه که چیزی که هست در خانه تمامش مربوط خود شما است. بله دوستای عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و بعدا باز هم با ما باشین. بازم خوش آمدین دوستای عزیز و یک پیام از یک دوست ما داشتیم، مشکل خود قسم با ما در میان گذاشتن. گفت اینا اسنا جان هستن، گفتن تقریبا 7 خواهر هستیم و برادر نداریم. پدرم گفت بسیار ما را توهین تحقیر میکنه، ما را میگه که شما نانخور اضافگی هستین و بعضی چیزایی میگه که اصلا من نمیتونم که به زبان میارفا را بیارم. حتی گفته خواهرک خوردم میخواست به کس فرزندی بتک، ما نگذاشتیم. حیران هستیم با پدرم چی بکنیم. ببینید فرزان جان، بعضا چیزها رو واقعا انسان میشنوه که میگم کم است که من شاخ نمیکشم. بله. میشه طفل خود همی مرد و زن همی خود پدر به دنیا آورد. بله. خب ای که دختر و پسر، من دیگه فکر نکنم دیگه پیش پدر و مادر، خب منو از مادر خود شکایت ندارن. بله. ولی پیش پدر دیگه به این شکل دیگه ایتو که ای دختر است و ای بچه است و ای گپا دیگه به نظر من بسیار باید کم رنگ شده. نه. باشه. چرا ای در عصر جهالت عرب بسیار زیاد بود و دین مقدس اسلام وقتی که آمد سر از یک تماما خط بطلان کشید. انسان روزی خدا میگه از خداوند باید بخواه، نه از اولاد، از بچه و دختری گپا. و چون این رفتار کردن با دخترهای جوان و این قسم که حتی دخترک خورده خدا باید به عوض از اینکه فکر میکرد که او یک بچه هست با باز بعدن و دختر شده که باز گفتن که او را اونا را باید برای کسی باید بتن و این شکل رفتار کردن، من این فهم که اینا به چی فکر هستن، یعنی یک
پدر چطور به این شکل رفتار با اولاد خود میکنه. یعنی من نمیفهمم که پدر از اونها در کدام فکر است، با کدام یک مفکوره به پیش میره، چی فکر میکنه که یعنی وقتی که یک دختر واقعا باور بکنین که هر قدر که دختر دلسوز است به مراتب نیمه 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 از او بچه نیست. ما تا بالا از زبان کدام دختر نشنیدیم که چیز به نام میراث یاد کرده باشه یا کوشش میکنه هر چیزی که داره، ولی او یک چیز بسیار کوچکه دست داره، همون رو کوشش میکنه نصف کنه، همون رو به فامیل خود بده، برای پدر ما. و گیریم که سعی کنیم فرزانه جان، بعضی کسا هست بعضا مفکوره های منفی دارن. حضور علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کسی که رسول انسانیت، کسی که دنیا به خاطر از او، اگر او خلق نمیشد دنیا را خداوند خلق نمیکرد، ولی چند دختر داشت. ببینید من نمیفهم که بعضی کسا بظاهر باز اگر بگویی با دعوای مسلمانی را میکنن، ولی در عمل ببینید که کارهایی میکنن که اصلا متوجه از این موضوع نیست. حالا به عوضی که به این فکر است که من بچه ندارم و چرا دختر همه امواره برای من میایه و چطور میشه، چون اول ای که اگر بفهمه که داشتن دختر چقدر مفادات دیگه در جن، این خب ما بظاهر این گپ میبینیم. بسیاری کسا فقط به این فکر است که گویا میگن که دختر مال مردم است. دختر صبح کلان شده یک کس میه میبرش، بچه را که تضمین کرده، خب بچه هم فردا روز که عروسی کرد اونا هم جدا میشن. ولی ببینید چیزهای منفی که شیطان انواره در ذهن انسان ایره داخل کرده میره و انسان چطور فقط به لعنت گرفتار بسازه. حال به این فکر نیست، خود دختر مال مردم، سبار روز عروسی کرد، ای به این وضع ازی که ای افکار در ذهن خود جا بتن که دختر وقتی که عروسی میکنن، بر علاوه ازی که صاحب یک دختر هستن، فردا رو صاحب بچه هم میشن، بچه شان اونم دامادشان حیثیت بچه شان داره. به این وضع ازی که به این فکر باشن، به این فکر هستن که نه، اولاد مردم از کس نمیشه، چنان میشه. ببینین تماماً اینمی باورهای ما حقیقت زندگی ما را تشکیل میده. آره به عوض از این که کسایی را ببینین که چقدر رنج میکشن که به عوض از این که یک چند نفر پیدا بکنن، ولی نمیتونن که اینمی اندیشه های منفی را از این خود دور بکنن. باورهای ما این یک موضوع عادی نیست فرزان جان، باورهای ما حقیقت زندگی ما را تشکیل میده. هر آنچه که ما باور داریم اونمو جز از حقیقت زندگی ما میشه. ولی متاسفانه بعضی کسا هست که همواره به جهت منفی حرکت میکنن، افکارش منفی، اونمو چیز باز بالاخره حقیقت زندگیش هم میشه. ولی چه خوب است که ما به این فکر باشیم، هفت دختر در خانه، هفت چراغ. چقدر خوب است بار بکنه اینقدر دلسوز که دخترها هستن، بار بکنه من پیشترم گفتم که چقدر بچه ها هستن. و آینده را خداوند خودش میفهمه. هیچ وقت ما چیزهایی را فکر میکنیم، چیزهایی در ذهن ما میگرده، ولی متاسفانه حالا هر چی که بگوییم، خب ما امیدوار هستم که پدر از اینها ایگپا را درک بکنن، ولی متاسفانه بعدا ای اثرات منفی بالای روان خودمو دخترکا به جا میگذاره. دخترها فکر میکنن که واقعا ما گویا که یک موجود عاطل باطل هستیم، یا فکر میکنن که ما به درد هیچ چیز نمیخوریم. قطعا چنین نیست خواهر گل. شما کوشش بکنید که برای پدرتان بفهمانید که یک روز خود پدرتان بگه که واقعا من اشتباه میکردم، با شما چنین یک کار رو میکردم. و این خوب است که خودتان من حیث یک دختر بزرگ خانواده همیشه کوشش میکنید که درس بخوانید و کوشش بکنید که خواهرکای دیگه تانم کوشش برشان امی زمینه رو مهیا بسازین که درس بخونه. و یک گفتن که ما در کارم میکنن، در جای کارم میکنن، گپ بسیار خوب است که کارم میکنن و امو مشکلات خانواده رو حل میکنن. ولی شما کوشش بکنین که اینمی مسئله را اگر شما احساس میکنین، درست است احساس شما بسیار بعض اوقات آدم رنج میده، مثلا برخورد ناشایسته پدر و مادر یا برادر یا از کسای دیگه، ولی کوشش بکنین که شما در دیگه خوارای خوردتان که هستن، کوشش بکنین که همین محبت که پدر برشان داده نتانسته، تا یک اندازه همین محبت شما برشان بتین و برشان کوشش بکنین، برشان بگین که نمیفهمن. وقتی که یک پدر فهمید
هیچ وقت چنین رفتار ناشایست با اولاد خود نمیکنه، ولی متاسفانه بعد بسا از مشکلات ما از نافهمی ماست و اینمی نافهمی باعث از این میشه که ما یک مشکل انباره در خانواده ایجاد بکنیم و میر و محبت به عوض ازی که در خانواده یک میر و محبت و صمیمیت و دوستی باشه، متاسفانه اینمی ما زائل میسازیم با افکار پوچ، با حرفایی که هیچ معنی نمیده. داشتن این 7 دختر دارم، من بچه 4 ندارم. بله. خب اگر بچه میداشتین کجا را میگرفت، اگر دختر میداشتی کجا را میگرفت. و یک موضوعی که ما به این گفت ایمان داریم، بله، که بدون اراده خداوند برگ از درخت نمیرزه. پس ما چرا کار بکنیم که باعث ازی شوه که خداوند از پیش ما ناراضی شوه و ما با خدای نخواسته کار بکنیم که فردا روز حتی ایمان ما در خطر باشه. پس به او خاطر خواهر گل، اگر امرای پدرتان کسی باشه که امرایشان با همی زبان صحبت بکنه، پدرتان بفهمانه، همی مسائل درک بکنه، چون پدر شما سواد نداره، این مسائل فقط از زبان این و آن شنیده. مثلا بله، یک مشکل ما شما که از یک جامعه قبیلوی ما داریم، بله، در جامعه قبیلوی چیزهای مطرح میشه، حرفهای مطرح میشه که هر کس قبول میکنه میگه بله. بار بکنین با ما زبان بسیاری از خانم ها شنیدیم که مثلا یک بچه که چند دختر داره، خود مادر ادمو دختر، مادر با مدرد، مادر پسر برای دختر بچه خود میگه که فردا رو جنازه تاریخ باید یک 4 تا بچه داشته باشه که به شانه های خود بگیره. اینمی موضوعات باعث از این میشه که اونا هم یکان احساس منفی از جامعه گرفته و چنین برخورد با شما بکنه. اگر کسی باشه که امراشان صحبت شوه و برشان بفهمانه که این حرفا درست نیست و حرف حقیقت چیز دیگه هست، بار بکنین که عشق از چشمای پدرتان جریان پیدا میکنه و بار بکنین که از پیش شما معذرت میخواه. ولی به هر صورت شما میتونین که انمی پدرتان تغییر بدین. کوشش بکنین با جنگ و دعوا نخواره کن. شما کوشش بکنین که هر قدر که پدر شما با شما چنین رفتارهای میکنه یا چنین حرفای را، من لازم ندیدم فرزان جان که حرفایش را نشتک بکنیم، چیزهایی که میگفتن راستی لازم نبود برای یک پدر که برای دختر خود بگه، ولی با هم در مجموع بهتر هی است که شما پدرتان درک بکنین، یک دلسوزی با پدرتان داشته باشین که اونا از روی نادانی بعدن که پای را میزنن. اگر اونا میفهمیدن هیچ وقت یک پدر با دختر خود چنین حرفا را نمیزنن. بله دوستای عزیز، وقت برنامه هم تمام است، پس ناگزیر هستیم با شما خداحافظی بکنیم. تا تقدیم برنامه آینده تمام، شما از را به خداوند بزرگ میسپاریم. خداوند حافظ و ناصر همه ایتان. وقت خوش، خدا نگهدار.